حتما میدونید که اتحادیه اروپا یک بیانیه به جای مالکیت از اشغال جزایر سگانه خلیج فارس استفاده کرد در این بیانیه از ایران خواسته به اشغال سه جزیره تون به بزرگ تون به کوچک و ابو موسا که متعلق به امارات متحده عربیه که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحده است پایان دهد و جالب اینجاست چین و روسیه از امارات متحده حمایت کردند سوالی که پیش میاد کشوری که مالکیتش به نیم قرن هم نمیرسه چطوری خودش رو حاکم سه جزیره ایرانی میدونه که هزاران سال متعلق به ایران بوده حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها اسناد تاریخی نقشههای جغرافیایی و بخصوص در اسناد رسمی و پانویسهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلستان در خلال قرنهای 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 و در اسناد و نقشههای روسیه و آمریکا نیز منعکس شده گزارش های تاریخی یونانیان و رومیها و سفرنامه های پیش از اسلام حکایت از فارسی بودن ساکنان تمام سواحل و جزایر خلیج فارس داره اسناد و سنگنوشته هخامنشی که در جزیره خارک کش شد یک نمونه از این موارده کتیبه خطمیخی خارک با اندازه 20 در 30 سانتی متر بر روی سنگ مرجانی بومی جزیره نوشته و حک شده و نشانگر حاکمیت و حضور موثر امپراتوری پارس بر جزیره این کتیبه یگانه و بینظیر در سال 1386 هنگام هموارسازی و ساخت جادهای در جزیره خارک به طور تصادفی پیدا شد جزایر سگانه در سال 1948 میلادی به طور کامل به اشغال امپراتوری بریتانیا در اومد. اونم با فریب چون فقط قرار بود در این جزایر مستقر بشن ولی بعد مدت ادعای مالکیت کردن اما تا سال 1971 هیچ یک از دولت های وقت ایران این اشغال رو نپذیرفتن و ابو موسا به همراه تون به بزرگ و تون به کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت در سال 1971 پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی این کشور از منطقه ابو موسا تنب به بزرگ و به کوچک پس از نزدیک به هفتاد سال شکایت های مداوم دولت ایران علیه اشغالگری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد و زمانی که ایران این جزایر را از انگلیس پس گرفت کشوری به اسم امارات وجود نداشت و درست بعد از خروج انگلیس از این جزایر کشور امارات تأسیس شد و محمد رضا شاه شرط به رسمیت دونستن امارات رو قبول حاکمیت ایران بر این سه جزیره تعیین کرد و در نهم سال 1350 نیروی در با برافراشتن پرچم ایران حاکمیت ایران بر این سه جزیره رو برای همیشه پس گرفت حتما میدونید کشورهای حاشیه خلیج فارس هر از گاهی خوابنما میشن و چندین بار هم پول زیادی به رسانه های غربی دادن که نام خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر بدن ولی هر کاری کردن نتونستن چون هیچ کشوری با هیچ پولی نمیتونه تاریخی کشور رو عوض کنه حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید